شد مهسا امینی توی بیمارستان فوت کرده، من خرید خودم رو به اونجا رسوندم و نزدیک بیمارستان بازداشت شدم و خشونت بازداشت شدم، من رو به بند انتقال دادن، خیلی با خشونت انتقال دادن و زمانی که داخل بند بودم آقای وزیر اومدم دیدم وزیر کشور خیلی داره صحبت هایی میکنه که انگار اصلا از شرایط مملکت مطلع نیست. آقای وزیر کشور صدای من رو بشنوید، من داخل بند وقتی من رو بردن یک خانمی که اسمش رو نگفتن نمیدونم ولی بهش میگفتن سرهنگ، این خانم به من نگاه کرد و من تو رو میکشم و یک آن دیدم من روی صندلی من افراد هستم و این خانم دو دستش رو گذاشته رو گلوی من و داره محکم فشار میده و هی میگو میکشم. من اول شوکه بودم که دقیقا این داره با من چی کار میکنه، نمیدونستم اصلا چه اتفاقی داره میفته. یک آن به خودم اومدم دیدم واقعا داره من خفه میکنه، با دو دست داره گلوی من رو فشار میده و میگه میکشم، که من شروع کردم به پرت کردنش و من هم شروع کردم به دفاع از خودم و بعد خانم های دیگر رو سوار کردم، ما رو منتقل کردم به یک پایگاهی. اونجا 22 نفر بودیم، چند تا آقا بودن چند تا خانم بودن، من به قید وثیقه فعلا بیرونم و تفهیم اعتام شدم برای اجتماع و توانی و اینکه فعلا از تهران خارج نشم. نمیتونم بگم حالم خوبه، نمیتونم بگم تو شرایط امنیت هستم، آزاد شدم، نه واقعا بلا تکلیفم، نمیدونم چی چه اتفاقی برام میفته. فقط خواستم که از مردم تشکر کنم و بگم که من هم دختر کسی هستم.